زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خورمان نغمه که مردم بسپارند به یاد عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم و درس زبان و ادبیات دری در جلسه چهاردهم خوش آمدید دوستان عزیز و گرامی به جلسه چهاردهم رسیدیم عنوان درس امروز ما بررسی انواع نصب در حوزه زبان و ادبیات است. در حوزه دستور زبان در قسمت دوم به شمار جمله ها یا تعداد جمله ها خواهیم پرداخت دوستان عزیز کانال ارتباطی ما در فضای مجازی دنبال کنید نظر پیشنهادات خود را در حوزه درس زبان و ادبیات دری برای ما روان سازید 2964 780 255 40 13. به درس جدید خوش آمدید خب شاگردای عزیز کار خانگی جلسه قبل را با هم حل میکنیم در جلسه قبل یک کار خانگی برای شما دادیم و از شما خواستیم که برای خبر ترکیبی دو مثال بیاورید خبر ترکیبی خبر ترکیبی خبر ترکیبی چی بود دوستان خبر ترکیبی خبری بود که در واقع در قالب یک جمله جای می گرفت جملاتی که افعال او بیش از یک بخش داشته باشد را می گفتیم خبر ترکیبی یعنی فعلش به جایی که فعل ساده باشد فعل مرکب باشد یعنی فعلی که از دو جز تشکیل شده باشد به طور مثال اگه خاطر دوستان باشد در ابتدای جلسه ما یک جمله خطاب شما بیان کردیم چی گفتیم؟ گفتیم که شاگردان عزیز به جلسه نو خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید یک فعل سال یک فعل ترکیبی است که تحت عنوان خبر ترکیبی از او یاد میشه و این جمله یک جمله چیه دوستان جمله ترکیبی چرا؟ چون انتهایش که فعل دارد فعلش فعل ساده نیست فعل ساده مانند چی؟ مثلا میگوییم میرویس آمد آمد یک فعل ساده است ولی وقتی میگوییم که چی؟ خوش آمدید یعنی فعل شما یک فعل ترکیبی است مثال بعدی برادرم در دانشگاه کابل شامل شد شامل شد شامل شد هم بشه دوستان چی؟ یک خبر ترکیبی چرا؟ چون دو جز داره چون یک فعل ساده نیست فعل ساده شدن دوستان از مصدر شدن ما اگر یک جمله برای شما مثال بزنیم میگونم میشه هوا سرد شد شد اینجا یک فعل یک فعل ساده کمکیه ولی اگر فعل شما دو جز داشته باشد میشه خبر ترکیبی خبر ترکیبی در ساختار جمله در واقع زبان و ادبیات دری بسیار بسیار اهمیت دارد خب شاگردای عزیز درس جدید را با هم آغاز میکنیم درس جدید شما تحت عنوان انواع نظر در حوزه زبان و ادبیات دریس همانطور که در جلسات قبلی خطاب شما عزیزان و شاگردان گرامی بیان کردیم گفتیم که به طور کلی در زبان دری ما دو نوع نوشته داریم نوشته در دو قالب تقسیم بشود یا نظم است و یا هم نصر است نزم... نظم همون قالب شعری در واقع انواع قالب هاست وقتی که شما شعر را بیان میکنید یعنی نظم را بیان کردید قالب شعری که بیان می شود قزل، قصیده، مصنوی، مسمد دوبیتی و و و در قالب در واقع شعر است که تحت عنوان نظم از او یاد می کردیم و نوع دوم نوشته دوستان نصر است که در واقع به او قالبی گفته می شود که در مورد چیزی بیان می شود ولی در حوزه ساختار جمله یعنی از یک ساختار مدونی تشکیل شده حالی ما کلمه نصر را دوستان با هم بررسی می کنیم نگاه میکنیم که به لحاظ لغوی و به لحاظ اصطلاحی چه تعریف دارد نصر در لغت به معنای پراکندن و افشاندن است پس معنای لغوی کلمه نصر این گونه است حال به لحاظ علمی یا به طور کلی به لحاظ اصطلاحی نصر را چه میگویم؟ سخنی است که وزن و قافیه ندارد چرا؟ چون وزن و قافیه مال کی بود دوستان؟ مال قالب نظم بود مال قالب شعر بود در حالی که نصر نه وزن دارد نه قافیه دارد و نویسنده به وسیله آن پیامهای ذهنی خود را به خواننده منتقل میکند پس وسیله انتقال پیام از مخاطب از در واقع گوینده به شنونده و مخاطب چه دوستان همین قالب نصر است استفاده از قالب نصر برای بیان انواع دانشهای بشری و اندیشه های فلسفی دینی تربیتی اجتماعی اقتصادی فرهنگی و قالب های مختلف پس نگاه کنید چون وقتی که یک فرد اگر شاعر باشد بخواهد مقصود خود را بیان کند برای بیان مقصود خود در قالب نظم یا شعر باید قافیه را رایت کند وزن را رایت کند همه موارد باعث می شود که یک محدودیتی برای او فرد ایجاد شود ولی اگر قالب ما قالب نصر باشد قالب چی باشد دوستان قالب نصب باشد دیگه اون محدودیت وزن رو نداریم و محدودیت قافیه رو نداریم و برای انتقال مطلب چون ساختار اصلی جمله چی بود هدف از ایجاد جمله هدف از آوردن جمله ای بود که شما یک پیامی را یک چیزی را از خودتان به دیگری منتقل کنید انتقال مذهب از از طریق قالب نصب بهتر امکان پذیر است که خیلی وقتا برای بیان اندیشه های فلسفی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی از این قالب استفاده میکنند کاربرد نصر به علت خالی بودن از وزن قافیه و تخیلات شاعرانه که برای شما دوستان کاربردش را گفتیم حالی گفتیم انواع نصر را میخوایم برای شما بیان کنیم به طور کلی دوستان ما پنج نوع نصر داریم نصر مرسل که تحت عنوان نصر ساده از او یاد می شود نصر مصنوع نصر فنی نصر جدید و نصر شکسته که تحت عنوان نصر گفتاری هم بیان می شود خب حالی دوستان می آییم این پنج نو نصر را با هم مرور می کنیم ویژگی هایش را بیان میکنیم قالب هایش را میگوییم چند کتاب که در این حوزه نوشته شده برای شما بیان می شود و آشنایی و معلومات بیشتری خطاب شما گفته می شود خب نصر اول دوستان نصر ساده یا نصر مرسل است نصر ساده چیست؟ نصر ساده و روشن با جملات کوتاه و خالی از کلمات دشوار عربی است این ویژگی چیه دوستان؟ ویژگی اصلی نصر ساده است در نصر ساده ما نه کلمات سخت داریم نه کلمات مشکل داریم نه نصر متکلف است و کلمات و اصطلاحات عربی در این او نوشته اصلا موجود نیست و ساختار جملات هم بسیار کوتاه است یعنی ساختار جمله جوری نیست که یک جمله بلند و بالا برای انتقال مطلب داشته باشیم بلکه یک جمله کوتاه بسیار بسیار کوتاه برای روشنتر شدن مقصود نویسنده داریم ویژگی دوم نصر ساده دوستان خالی بودن از صنایع لفظی و معنوی است در نصرهای ساده دوستان ما دیگر نه صنایع لفظی داریم نه معنوی داریم نه سج موجود است نه ترسی موجود است نه جناس موجود است نه تزمین موجود است هیچ چیزی موجود نیست یک متن بسیار ساده روشن برای مخاطب است بیان مقصود نویسنده به صورت ساده و بی پیرایه بیان می شود بی پیرایه دوستان همون ساده است یعنی هیچ گونه تکلفی هیچ گونه سختی در این متن موجود نیست استفاده از کلمات هماهنگ و دوری از اصطلاحات پیشیده کلماتی که با یکدیگر ارتباط معنایی بسیار نزدیک دارد در این نوشته به کار برده می شود و از کلمات سخت از اصطلاحات علمی بسیار دشوار هم در این نوشته خبری نیست کتاب هایی که در حوزه نسل ساده میتوان نام برد ای کتاب هاست سفرنامه ناصر خسرو بلخی کیمیای سعادت ابو حامد امام محمد غزالی اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابو سعید ابو الخیر که نوشته نوادهشان به نام محمد ابن منور است که 130 سال بعد از در واقع ابو سعید ابوالخیر الخیر این کتاب نوشته می شود در سه فصل است که توسط این نواده ایشان نگاشته می شود و کتاب تذکرت الاولیاء شیخ اطار نیشابوری نیست از جمله کتاب است که در حوزه نصر ساده یا مرسل جای می گرد. خب نصر دوم دوستان نصر مصنوع است نصر مصنوع چیست نویسنده کلام خود را به شیوه مصنوعی با ذرایف ادبی و صنایع لفظی می آراید. در قالب قبلی دوستان نصر ساده گفتیم که نویسنده نوشته خود را به صورت کاملا ساده روشن بیان میکرد ولی در این نصر دوستان یک مقداری متفاوت است نویسنده برای اینکه که او اثرگذاری نوشتهش بیشتر شود در مخاطب چیکار میکند از صنایع لفظی از صنایع معنوی استفاده میکند از سج استفاده میکند از ترسی استفاده میکند، از جناس استفاده میکند، از مراعات نظیر استفاده میکند تا بتواند نوشته خود را تر کند، زیباتر کند تا اثرش در مخاطب بیشتر شود. از اشعار عربی و دری، آیات قرآن، احادیث، اصطلاحات علمی و غیره استفاده میشود. پس یکی از چیزهایی که زیبا میکند مطرح دوستان همین لفظی و است از کلمات عربی، از اشعار عربی از آیات مبارک قرآن کریم از احادیث از اصطلاحات علمی استفاده میکند تا یک رنگ و لعاب خاصی به نوشته خود بدهد نصر های دوستان به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود یا نصر مسجع است که نام دیگرش نصر موزون است و یا هم نصر میانه است حال می خواهیم هر کدام از این دو نصر را دوستان با هم بررسی کنیم خب اگر نصر مسجع باشد که نام دیگرش گفتیم چی بود؟ نصر موزون نصری است که جملات و عبارتهای آن سج داشته باشد سج در داخل نصر دوستان همان قافیه در نظم یا در شعر است این نکته بسیار کلیدی است سج در داخل نصر همان قافیه در شعر است خب چرا چون میگویم که هر زمانی که شما میگوید سج را بیان میکنید دوستان باعث زیبایی مطلب میشه به طور مثال میگویند چی؟ میگویند که هنر چشمه زاینده از تو دولت پاینده زاینده و پاینده با هم سج دارد که توسط شیخ مسلدین سعدی شیرازی بیان شده ای جمله مانند چی اگر کتاب در حوزه نصر مسجد نام ببریم دوستان مانند کتاب کشف الاسرار شیخ کیدوسان رشید و میبودی از جمله کتاب هاست کلیله و دیمنه یکی از آثار بسیار زیبا شنیدنی و خواندنی در حوزه زبان و ادبیات دری کتاب کلیله و دیمنه است کتاب کلیله و دیمنه بیان داستانهای مختلف و متنوع که مضمون پند و اندرز دارد کلیله و دیمنه دوستان نام دو شغال است که داستان از زبان داستان های موجود در کتاب از زبان ای دو شغال بیان می شود کتاب در واقع یک سیر تاریخی بسیار زیبایی دارد شخصی به نام برزوی طبیب که طبیب دربار انوشیروان ساسانی بود برای پیدا کردن آب حیات رهسوار کشور هندوستان می شود و تی میکند و اتفاقاتی میافتد و باعث می شود که ایشان به این کتاب کلیله و دمنه برسد و این کتاب را با خود به سرزمین ایران بیاورد وقتی این کتاب را میآورد به ابتدا به زبان ساسانی بیان می شود بعد به زبان پهلوی گفته می شود و شخصی می آید به نام عبدالله ابن مقفع این کتاب را به زبان عربی ترجمه می کند و بعدها در دوره در واقع شخصی به نام بهرام شاه قزنوی شخصی به نام نصر الله منشی کتاب را از زبان عربی به زبان دری ترجمه میکند و در واقع یک کتاب بسیار بسیار دلچسب و خواندنی با داستانهای حکمت آموز است کتاب گلستان سعدی نیست که در هشت باب بیان شده در زمره نصر مسجع جای میگیرد که شاید شاهکار نصر مسجع همین کتاب گلستان سعدی باشد نصر میانه نصر میانه نظم و نصر با هم آمیخته است یعنی ما هم شعر داریم هم نصر داریم حکایت هایی که بیان می شود یک حکایت را بیان می کند در قالب نصر در قالب جملات متعدد شکل می گیرد. در انتهای هر حکایتی که نصر بیان شد دو بیت شعر سه بیت شر، چند بیت شعر نیز برای تکمیل ای داستان بیان میشد این ریام میگوید تحت نصر میانه که به نصر دوره غزنوی هم دوستان مشهور است مانند نصر نویسندگان و دبیران دوره غزنوی که از آثار بنامش میتوانیم به کتاب ها اشاره کنیم تاریخ بیهقی است که از ابوالفضل بلح... بیحقی بیهقی بیان شده در مورد حکومت غزنویان سلطان محمود و سلطان مسعود بیان شده و چگونگی اختلاف بین مسعود و محمد دو برادر که بعد از پدر که سلطان محمود باشد با هم اختلاف میکند و سلطان مسعود بر تخت پادشاهی منشیند در تاریخ بیهقی توسط ابوالفضل بیهقی بیان شده است کتاب سیاست نامه خاج نظام الملک توسی نیز از جمله ای کتاب بسیار بسیار کتاب زیبایی است برای حکومت داری برای کشورداری کتاب توصیه می شود و کتاب قابوس نامه اثر عنصر المعالی که کاووس ابن قابوس ابن وشنگیر زیاری در چهل و چهار باب و یک مقدمه بیان می شود ای کتاب را این عنصر برای فرزندش گیلانشاه می نویسد و چون ایشان از امیرزادگان آل زیار بوده است سلسله زیاریان دوستان بوده است پسر خود را توصیه میکند پند اندرز میدهد در این کتاب که نحوه حکومتداری برخورد آداب و رسوم مردم را باید به جای بیاورد و برای بقای حکومت خود این موارد را به شان گوش زد میکند نصر بعدی دوسان نصر فنی است نصر فنی نصر نزدیک به شعر که از جهت زبان فکر و ویژگی های ادبی بسیار به شعر نزدیک است نصر فنی را تحت عنوان نصر شعروار هم از او یاد میکنند دارای زبان تصویری است و سرشار از های ادبی است آراهای ادبی صنایع لفظی صنایع معنوی در حوزه نصر فنی دوستان بسیار زیاد است سراسر سرچشمه میگیرد از شعر در واقع اینو نصر استفاده مکرر از آیات و احادیث و ضرب المثل های عربی در حالی که نسل ساده فارغ بود از این چیزها نصر مصنوع از در واقع ادبیات عرب از آیات از روایات استفاده میکرد ولی در نصر فنی استفاده ای بیشتر میشود بیشتر و بیشتر میگردد ویژگی اصلی و قالب اصلی و شاخصه و در واقع او متغیر اصلی که در قالب نصف فنی میتوان از او یاد کرد آمیزش شعر و نصف است که بسیار پرکاربرد است کتاب های مختلفی که در یه حوزه هستند مقامات حمیدی است مرزبان نامه است از توسل تاریخ وصاف و دره نادری است دوره نادری یک کتابی است که توسط میرزا مهدی از نوشته میشود از نام کتاب در واقع مشخص است که در مورد حکومت نادرشاه افشار و چگونگی حکومت داری اشان تا انتهای سلسله اشان را بیان میکند و به تصویر میکشد نصر بعدی دوستان نصر جدید است خب نصر جدید چیست؟ ویژگی های نصر جدید این است که نصر جدید همان نصر ساده است با با روش اصول و مبانی جدید در اصل ما چون ساختار زبان دری همواره مورد چیه دوستان؟ مورد تغییر و تحول است نصر جدید همان نصر ساده است که سعی میکند خود را وامدار خود را متصل به نصر ساده بداند ولی با روش ها و اصولی که در اصر ما حاکم است آغاز این است با نصر روزنامه محمود ترزی در نشریه سراج الاخبار آغاز می شود یعنی آغاز نسل جدید از این نقطه شروع می گردد. از ویژگی های اصلی نسل جدید می توانیم در استفاده نکردن از کلمات عربی آیات و احادیث و امثال و حکم اشاره کنیم که سعی می کند چون خود را متصل به نسل ساده می داند از این ویژگی ها فارق شود بیان مقصود نویسنده با زبان ساده که برمیگردد به نوع اول نصر که گفتیم نصر ساده است مقصود نویسنده بدونه که در واقع از آرایه های لفظی و ادبی و معنوی استفاده کند بیان و مقصود خود را به شکل کاملا ساده انجام دهد رعایت کامل نشانه های نگارشی از علایم نگارشی در این متن استفاده می شود سعی می کند که علایم در سر جای خود استفاده شد از نقطه علائم تعجب علائم پرسش سیمو سیمو از این علامت ها سعی میکند در حوزه نگارش استفاده کامل بکند مانند چی مانند داستان کوتاه گربه چهارم از کی از دکتر اکرم عثمان در واقع در زمره نسل جدید جای میگیرد و نصر آخر دوستان نصر آخر را تحت عنوان نصر شکسته یا نصر گفتاری میگوییم نصری که در زبان محاوره ما بسیار پرکاربرد است بیان نوشدار به زبان محاوره و گفتگوی معمولی مردم کوچه و بازار همان طور که مردم صحبت میکند مردم با یکدیگر گفتگو میکند شکل گفتاری تبدیل به شکل نوشتاری میشه میدانیم که دوستان ما در زبان دری مجاز نیستیم همانطور که صحبت میکنیم همانطور که بیان میکنیم کلمات را همانطور بنویسیم چرا چون زبان گفتار از زبان نوشتار فاصله گرفته برای این که اصل زبان نوشتار هست باید زبان و گفتار را متناسب با زبان نوشتار بکنیم حالی ما مجاز نیستیم که همون طور که میگوییم بنویسیم بلکه اصل نوشتار است ولی متاسفانه یا خوشبختانه یکی از انواع نسایی که در دوره جدید شکل گرفته تا عنوان نصر شکسته همین را به کار برده است یعنی زبان محاوره هست. زبان کوچه و بازار مردم را زبان نوشتاری خود قرار داده است مخفف شدن کلمات در گفتار و شکسته شدن واجه ها در زبان محاوره بسیاری از کلمات شکسته می شود به طور مثال وقتی شما می گویید که در زبان گفتار ما به مدرسه می روم یا ما به مکتب می روم شما این جمله را به کار می برید او زمیر من که در زبان نوشتار اصل من است او را چه بیان میکنید؟ میگویید من این یعنی شکسته شدن یک واژه ای یعنی شکسته شدن یک کلمه ای یعنی تغییر ساختار زبان و فاصله گرفتن زبان گفتار از زبان نوشتار که از خصوصیات نصر شکسته است نشان دادن چهره طبیع قهرمان داستان و انتخاب آنان از میان مردم عادی پس نگاه کنید دوستان در نصر شکسته قهرمان داستان از مردم عوام است از مردم عادی از مردم کوچه و بازار این قهرمان داستان انتخاب می شود استفاده از تیکه کلام ها و الفاظ و تعبیرات با لهجه آمیانه از ویژگی های نصر شکسته است که در متون نصرهای های شکسته به وفور دیده می شود مشاهده در آثار تز و داستان های معاصر اگر دوستان آشنا آشناشن بیشتر آشناشن میتوانند در آثار سید محمد علی جمالزاده نگاهی بیندازن آثاری که اشان دارد در حوزه نصر شکسته است و بسیاری از کلمات شکسته بیان میشود با بیان و با شکل تنظامی است نمونه دیگر داستان های چوری های سرخ سلطانه زاده است که در حوزه نصر شکسته جای میگیرد خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم در حوزه قواعد دستوری شویم خب بس امروز ما شاگردای عزیز ما تحت عنوان شماره جمله هاست یکی از چیزهایی که در جمله ها اتفاق می افتد که شما یک متن را یک پاراگراف را می و میخواهید بدانید که چند جمله یا تعداد جمله های خود را مشخص کنید که چند جمله در این متن موجود است هرگاه بخوایم تعداد جمله های یک متن را مشخص کنیم باید نخست تعداد فعل های آن را معلوم کنیم پس تعداد جمله های موجود در یک متن مساوی است برابر است با چی با تعداد افعال موجود در او متن زیرا تعداد جمله ها از تعداد فعل ها به دست می آید. پس نگاه کنید یک نکته چیه دوستان یک نکته کلیدی است که تعداد جمله ها از چی به دست می آید؟ از تعداد افعال به دست نکته جایی را که فعل ها به قرینه حذف شود نیز باید یک جمله حساب کرد این نکته بسیار کلیدی است دوستان در داخل جمله ممکن است برخی از افعال آورده نشود برخی از افعال ذکر نشود باید حواستان باشد هوشتان بجا باشد توجه داشته باشید که ای افعالی که در داخل جمله محفوظ هست نیز باید حساب کنید اگر تعداد افعال خود را درست حساب نکنید شماره جمله شما هم درست عذاب در نمی آید خب به طور مثال دوستان یک مثال بزنیم نگاه کنید مثالش اینگونه می شود حامد را گفتم تو از مسعود بزرگتری یا نه گفت بلی در این عبارت چند جمله داریم دوستان در این عبارت ما پنج جمله داریم چرا چون پس از کلمه یا نه و بلی فعل به قرینه جمله سابق حذف شده به قرینه جمله قبلی دوستان حذف شده نگاه میکنیم حساب میکنیم دوستان میگوییم حامد را گفتم حامد را گفتم گفتم میشه چی دوستان یک فعل پس میشه یک جمله تو از مسعود بزرگتر هستی نگاه کنید دوستان اینجا انتهای بزرگتر ما دیگر فعلی نداریم او فعل چیه تو از مسعود بزرگتر هستی میشه یک جمله دیگه یا نیستی نه اینجا به معنای چیه دوستان یا تو از مسعود بزرگتر نیستی این میشه جمله بعدی گفت گفت که خودش یک جمله است پس شود یک فعل است پس شود یک جمله گفت چی گفت بلی بلی یعنی چی بلی یعنی بله من از مسعود بزرگتر هستم حالی نگاه کنید یک جمله دو جمله سه جمله چهار جمله پنج جمله تعداد جمله ما چند شد پنج جمله شد با حساب با حساب افعال محفوظ در این متن ما پنج جمله داریم چرا چون میگویم که آیا بزرگتر نیستی بل میگردد به چی تو از مسعود بزرگتر هستی یا نیستی اینجا ما دو جمله داریم این را دوستان حواستان باشد بسیار بسیار دقت کنید در شمار تعداد جمله ها بر مبنای تعداد افعال تعداد افعال خود را شمار کنید اگر نگاه کردید در داخل متن شما فعل مفوزی نیست به قرینه هز نشده حال میتواند قرینه لفظی باشد میتواند قرینه معنوی باشد اگر حذفی صورت نگرفته باشد ما می توانیم براحتی تعداد جملات خود را حساب کنیم اگر حذفی هم به قرینه موجود باشد او حذف به قرینه ها را باید حواستون دوستان جمع باشد تا حساب کنید حالی دوستان کار خانگی جلسه آینده را با هم مرور میکنیم در این شعر چند جمله هست یعنی تعداد جمله ها را برای ما مشخص کنید چی میگوید شعر؟ گه از دیوار سنگ آمد گه از در گه هم سر پنجه خونین شد گهی سر نگشت آسایشم یک لحظه دمساز گهی گه از گربه ترسیدم گه از باز یا دوستان این دو بیت شعر را با هم بررسی کنید البته در جلسه بعد با هم بررسی میکنیم ولی فعلا در خانه در کتابچه خود یادداشت میکنید شما بررسی میکنید تعداد افعال را مشخص میکنید بر مبنای تعداد افعال تعداد جمله ها را مشخص میکنید ممکن است در داخل ای دو بیت فعلهایی باشد افعالی باشد به قرینه لفظی یا قرینه معنوی حذف شده باشد حواستان در حذف شدن ها بر مبنای قرینه هم باشد تعداد را مشخص کنید برای ما ارسال کنید 2964 780 255 413 سامانه ارتباطی کانال ارتباطی ما با شما خوبان و نیکان روزگار است تا تمام آثار خود از جمله کار خانگی پیشنهادات انتقادات خود را در زمینه مضمون ادبیات و زبان دری برای ما ارسال کنید و ما را هدایت نمایید عزیزان جان در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید تا دیدار دیگر شما خوبان را به خداوند پاک می الله نگهدارتان